کودکان بیاموزیم و نیز هرچه نیاز داشتم بدانم در کودکستان آموختم. همچنین تهیه سیدی چگونه پدر و مادر موثری باشیم، چگونه رفتار مناسب با فرزندان خود داشته باشیم، چگونه همسر خود را انتخاب کنیم و چگونه رفتار مناسب با همسر خود داشته باشیم. و همچنین سه محصول جدید با عنوان چگونه با خرد درونی خود به آرامش برسیم، چگونه به وزن ایدئال برسیم و چگونه با سالمندانمان رفتار مناسب داشته باشیم. برای تهیه آثار دکتر شیرین نوروی در آمریکا و سایر کشورها با شماره تلفن 201-818-3446-818 تماس حاصل فرمایید و یا به وبسایت nuravi.com مراجعه فرمایید. گرم من رو بپذیرید، امیدوارم که خوب باشید و بیننده برنامه ما، و حتما ساعت تکرار برنامه رو خدمتون عرض میکنم. اگر پرسشی در رابطه با خودتون دارین، عزیزانتون دارید و مسائلی راجع به مادر، پدر، همسر، اطرافیان و دیگران دارید، میتونید روی خط تشریف بیارید همکنون و به ترتیبی که چراغ‌ها روشن بشه من پاسخگوی پرسش‌های شما هستم. همچنین که منتظر چراغ‌ها هستم در رابطه با اینکه چگونه ما یک رابطه خوب و رابطه مؤثر میتونیم با دیگران برقرار کنیم، میخوام صحبت کنم. چون شما در هر کاری، در هر رابطه استراتژی لازم داره داشته باشیم و این استراتژی معنی داره، عواملی است که ما را به یک نتیجه مطلوبی میرسونه اگر کیفیت‌های لازم برای ایجاد یک رابطه رو ما داشته باشیم. و در واقع اون کلید موفقیت ما در کشف این استراتژیه که بدونیم اول خودمون رو بشناسیم که خودمون که هستیم، چه می‌خوایم، و بعد استراتژی دیگران رو ببینیم. حالا استراتژی دیگران چیه؟ به صورت کلمات، حرف، حرکات بدن، حرکات دست، حرکات چشم و یا ایما و اشاره و غیره است که به ما انتقال میدن. اینجاست که ما قبل از اینکه بتونیم استراتژی های دیگران رو دریابیم، لازمه که بدونیم که هر کدوم از این علائم بازگو کننده چه هستند. مثلا کسی که با شما روبرو میشه و اینجوری وایستاده و یا نشسته دست به سینه، یعنی باز نیست، یعنی یه چیزی بسته است، یه چیزی داره پنهان میکنه، یه ترسی داره، یه نگرانی داره، حرمت به نفسش ممکنه پایین باشه، یا ممکنه اصلا خودش رو خیلی من مغرورم، من میدونم و شما نمیدونی. ما قراره این علائم رو یاد بگیریم. یک بار راجع به بادی لنگویج و حرکات بدن باهاتون صحبت خواهم کرد. و دو راه هستش که برای یافتن درک صحیح از مردم و استراتژی مردم رو بتونید یاد بگیرید. نظر متعادلی نسبت به دیگران، اولین که نظر متعادلی نسبت به دیگران و خودتان پیدا بکنید. یعنی چی؟ ضمن تماس با دیگران این نکته مورد توجه قرار بدید که دیگران انسان‌های بسیار مهمی هستند، ولی به خاطر داشته باشید شما هم انسان با ارزش و مهمی هستید. متاسفانه در فرهنگ ما فرهنگ مهرطلب هستش. خواهش میکنم بفرمایید، من شاکر شما، من نوکر شما، من در خدمت شما، جنابالی و غیره، اینا وحشتناکه. یعنی ما یه چیزی داریم به مردم نشون میدیم که تو وجودمون نیست و مهرطلبیه. برای گرفتن یه چیزی از این آدما داریم یه همچین مقامهایی بهشون میدیم، یه همچین بزرگشون میکنیم و اینها در واقع یک نگرش مصنوعیه که ما داریم. خب ما میخوایم دوم اینکه یک نگرش عاقلانه‌ای نسبت به دیگران ایجاد بکنیم، تلاش کنیم با دیدی عاقلانه یه رفتار و کردار و نظریات مناسب و درک نظریات دیگران نگاه بکنیم. یعنی خودمون رو جای بقیه بگذاریم. خب ما در جامعه میبینیم یه عده زیادی خواهان رشد شما هستن و عده ممکنه همچین به شما همچین علاقه نداشته باشن یا یه جوری حسد بورزن. شما قراره، شمایی که زنگ میزنید، آماده ضربه خوردن
از طرف برخیا باشید، ولی بدبین نباشید. بدبین نباشید، از مردم ترس نداشته باشید. هر چقدر که شما از مردم میترسید، اونها بیشتر از شما میترسند. ترس از مردم یعنی یک ترس بسیار بزرگی است و ترسی است که شما رو واقعا اعصابتون رو خرد میکنه، زندگیتون رو نابود میکنه. They are texting me that my face is very dark. Thank you very much. Thank you. Amazing people and say yeah from my office. Okay. My صورت من یه مقدار تاریکه. شاید رنگمه اصلا دوستان. به هر حال دل باید روشن باشه. ترس از مردم ترس بزرگی است، ولی راه غلبه بر اون اینه که درک درستی از مردم داشته باشیم و از اونها یک شناخت کافی پیدا کنیم. وقتی ما شناخت کافی پیدا کردیم از اونها، ملاحظه میکنیم که واقعا این گونه نیست و میتونیم بر ترس خودمون غلبه کنیم. مردم ترس ندارن، ماییم که از خودمون درون خودمون میترسیم. یه چیزی تو خودمونه، کودکیمونه، اون آسیب‌های دوران اورال استیج و اینال استیج، تثبیت دهانی و تثبیت مقعدی و فالیک استیج که 5 سالمون هست، اونها همه باعث میشه که ما معنای دیگه‌ای در برخورد با مردم داشته باشیم. بنابراین اگر اول از همه به نظر من، با دانش من، با تحقیقات من، با تجربه من اینه که مردم رو بد ندونید. مردم یه جوری آینه ما هستن. شما وقتی که قراره بنویسید عیب‌های مردم، عیب‌های خودتون رو دارید می‌نویسید. مردم خوبن، اما ساده‌لو نباشیم. خوشباور نباشیم و بررسی کنیم و تحقیق کنیم. ولی قضاوت نکنیم که نه بابا اصلا این سیاس اون سفیده. خب، اما ما ارتباطاتمون با اشخاص متفاوت، رفتارهای متفاوت، برخوردهای متفاوته و اینجاست که ما دچار گرفتاری میشیم. علت اصلی گرفتاری آدم ها در برقراری ارتباط با دیگران اینی که هر کدام به شیوه خودشون، به یه شیوه، به یه مدل با دیگران ارتباط پیدا میکنن. اوکی؟ بنابراین ما قراره ارتباط مؤثر با دیگران رو یاد بگیریم که نیاز به یک خلاقیت داره. هر شخصی یونیکه، هر شخصی متفاوته، هر شخصی یک برون و درون زیبایی متفاوتی داره. هر یک از ما در هر لحظه در شرایط ادراکی ویژه‌ای به سر میبریم. اینو باید ما متوجه باشیم. اگر از شیوه مورد علاقه شخص مخاطب خودمون استفاده کنیم و خودمونو در سطح اونا قرار بدیم و از زبان اونها برای انتقال نقطه نظرهای خودمون استفاده کنیم و او شروع میکنه اقدام به جواب دادن ما، جواب مثبت دادن ما و اغلب به نتیجه مثبت میرسیم. نظر خودمون یعنی نظری که میخواییم ما میرسیم بهش، ولی در کاری که داریم میکنیم، وقتی که داریم بحث میکنیم و ایجاد ارتباط میکنیم، مواظب باشید که هنر به دست آوردن حمایت و همکاری مردم اینه که ما بخوایم حامی اونا باشیم و ساپورتشون باشیم. بنابراین شما قراره که چیزی رو که میل دارید، خواسته خودتون رو مطابق، یعنی با قلبتون به وجود بیارید و بگید و راحت بهش بگید که من نظرتو رو میخوام بشنوم، من حرفتو رو میخوام بشنوم. ممکنه که مطابق میل و خواسته من نباشه، او هم نباید رفتارش مطابق میل و خواسته شما باشه. فقط یه عناصر اصلی توی یک رابطه هست که حالا صحبت میکنیم. بنابراین حرفتو میزنم، حرفمو میزنم، ولی میشنومت، ولی قرار نیست با شما موافقت کنم. فقط ما 2 نفر هستیم، میخوایم ارتباط با هم ایجاد بکنیم. ارتباط ها به صورت های متفاوتی ایجاد میشه. ما هنر شنیدن رو باید داشته باشیم، Art of listening. بشنومت، ولی خب ممکنه با عقیدت مخالف باشم.
چیز فاین، هیچ مسئله ای هم وجود نداره. خب سه راه اینجا وجود داره که خدمتون میگم و بعد خطا رو جواب میدم. اول به حرفای دیگران خوب گوش بکنید، گوش بکنید، نه اینکه میشنوید. و یکی از روش‌های مهم در برقراری ارتباط مؤثر و درک طرف شما و ایجاد شرایطی که او هم بتونه شما رو درک کنه و به شما گوش بکنه، این کجا فیکس کامرا، اینه که شما بتونید او رو گوش بکنید و درکش بکنید. درک دیگری یک هنره، هنری است که شما art of listening، art of communication، thank you، که شما میتونید همپای او باشید، همپای او سخن بگید، به صحبتاش گوش بکنید، گوش بسپارید و او هم بتونه واژه گوش دادن رو یاد بگیره. واژه گوش دادن از کارل راجر در بررسی های روانشناختی دهه 1940 تا 1950 خیلی مورد توجه قرار گرفت و راجر به مهمترین مانع بر سر راه ایجاد ارتباط مؤثر اشاره میکنه و در ضمن اون درباره گرایش افراد به ارزیابی و داوری کردن در رابطه با نقطه نظرهای دیگران توضیح میده. خیلی جالب میگه، اون میگه که ارتباط واقعی زمانی ایجاد میشه، ارتباط بین شما و دیگری زمانی ایجاد میشه که به سخنان مخاطب خودت به خوبی گوش بکنی. قانون طلایی، خود تو بذاری جای او و ببینی چی داره میگه، بشنویش، با خودت تکرار کنی و بهش بگی که من تو رو شنیدم که اینها رو گفتی. منظور اینه که به گفته ها و طرز تلقی و نقطه نظرهای مخاطب خودمون به گونه خاصی گوش بدیم و متوجه میشیم که او چه منظوری داره، چه احساسی داره. و در واقع وقتی که ما با تمام وجودمون گوش میدیم به قالب فکری او در مورد حرفی که میزنه خیلی دقیق میشیم، درک همدلانه داریم باش و داریم گوش میدیم با تمام وجودمون، با تمام عقلمون، با تمام خردمون و میتونیم تغییرات فراوانی در شخصیت خودمون با شنیدن ایجاد کنیم. و وقتی که گوش میدیم، گوش دادن مؤثر به مخاطبمونه، بدیم من است که مانند او میبینیم، میشنویم، احساس میکنیم، درک میکنیم و در واقع این یک نوع همگام شدن و برقراری ارتباط مؤثره. پس اینه، حالا خواهرتونه، برادرتونه، هر کسیتونه که داره با شما اختلاف نظر داره، به جای اینکه قضاوتش کنیم، به جای اینکه بخوایم نجاتش بدیم، قرار گوش کنیم ببینیم که همگام شیم و هم زبون بشیم، ببینیم که چی میخواد با ما صحبت کنه. سرعت صحبت و حتی هم نفس شدن شما با او ارتباط مؤثر ایجاد میشه. سرعت حرف زدن، اگر یواش داره حرف میزنه با او یواش حرف بزنید، اگر تندتر داره حرف میزنه با او تندتر صحبت کنید، برای اینکه اونجاست که درک متقابل به هم دیگه دارید. یعنی روش ها با هم دیگه همسان بشه تا بتونین همدیگر رو درک بکنید. این خیلی مسئله مهمه. اما باید به این مسئله توجه داشته باشید که حتی اگر منظور و نیت مخاطب خود رو به درستی اگر درک نمی کنید، ممکنه خیلی زرنگ باشید، از معنای پنهان در پس پرده پیش ببرید بفهمید. ولی مهمترین راه اینه که به جای پس پرده سوال کنید چطوریه، حالا چرا نگید، چطوریه که اینجوره، منظور شما چیه، و ازش بخواید که بیشتر جواب سوالا رو بده و خیلی محترمانه از او سوال بکنید، نه با حالت تحقیر یا جبهه گیری. حتی اگر با لحن متهم کننده بخواید با او صحبت کنید و جبهه گیری و تحقیر داشته باشید، میبینید که بسیار منفی دارید انجام میدید
و از این به جایی نمی رسید و بی طرف بیشتر از دست شما عصبانی میشه. حالا کلمات این کلمه پرسشی و کلماتی چون وقتی در صحبت میکنه چه کسی، کدوم، کجا، اگر به شکل تهدید کننده مطرح نشه اغلب شما جوابهای مشخصی میگیرید، ولی خیلی باید توجه داشته باشید که با چرا شروع نکنید، با چطوریه، و فقط بگید با حالت تدافعی صحبت نکنید با مخاطبتون، با آرامش خاطر و اطمینان بنشینید و نگاهتون رو به چشمان او بگذارید مخاطبش و با او صحبت کنید. خب خطا رو جواب میدم، بفرمایید. جانم بفرمایید. الو، همه خطا روشن، نمیخواین شما دست بزنین. خب با دقتی وسواسگونه به حرفای اطرافیان گوش کنید، تلفن دارن درست میکنن، در صورت نیاز از او توضیح بخواید، زیرا افراد خوششون میاد که این تصور ایجاد شه که مطلبشون بسیار مهم بوده و شما توجه دارید، و اگر صلاح دونستید در پایان صحبتاتون با دیگران با صراحت اظهار نظر کنید و در صورت نیاز پیشنهاداتی هم بدید، ولی به یاد داشته باشید که اگر میخواهید پیشنهادی ارائه کنید تلاش کنید که اصول و ضوابط لازم رو داشته باشید و با احترام با ایشون صحبت کنید. جونم بفرمایید. الو. جانم سلام، بفرمایید. متشکرم، خوب هستید؟ یکم بلندتر بگیر عزیزم. بله، ما تازه از ایران مهاجرت کردیم به آمریکا. برای خیلی برامون سخته که ارتباط برقرار کنیم با کسانی که در آمریکا زندگی میکنن. میتونیم در این مورد صحبت کنیم؟ بله، فرق کسانی که در اینجا هستن با کسانی که در ایران هستن، این آیا نحوه سخن گفتن فرق داره؟ برای اینکه سخن گفتن نیست، حالا زبان رو نمیگم، رفتارهاشون متفاوته و چجوری متفاوته؟ خیلی برای ما متفاوت هستش و همه یه نقابی دارن رو چهرهشون و از این نقاب خیلی وقتا شده که ما فرار کردیم و خیلی برای ما سخته که فکر میکنیم آدم ها بیشتر به ظاهر توجه میکنن، حالا میتونن ظاهرشون رو با همه رو با پول مقایسه میکنن در واقع. آره، البته ببینید، این اریک برن خیلی قشنگ راجع به این گفته که قانون همه یا هیچ ما نمیخوایم تو زندگی داشته باشیم. اریک برن بنیانگذار گفتار درمانی کاگنیتیو بیهیویر تراپی، رفتار درمانی است، و قانون همه یا هیچ رو میگه ما نمیخوایم تو زندگی استفاده کنیم. اگر شما نگاه دیم باشه که مردم همه جوری اغلب نگاه نقاب دارن و ظاهرشون با باطنشون فرق میکنه، صدا میاد؟ بله، ظاهرشون با باطن فرق میکنه، اونجاست که اشکالی که پیش میاد اینه که شما مسئله برای خودتون ایجاد میکنید. شما همینجور که اول برنامه گفتم قراره که مردم رو بهتر از اون چی که تو فکرتون میاد ببینید. اون نقابی اگر کسی داره برای خودش هم اون نقاب هست و خیلی سخته بکنه، و این آبروداری خب تو ایران هم هست، تو ایران که خیلی بیشتره، ولی چیزی که هست شما قراره قضاوت نکنی و فکر نکنی که اینا مثلا یه چیز دیگه متفاوت هستن. آره، مسئله طبقاتی متاسفانه در اینجا هست، ولی اگر من خودم برای خودم سلف استیم داشته باشم، برای خودم معیار داشته باشم، برای خودم ارزش داشته باشم، ارزش خودم رو ببینم، متوجه هستید، دیگه برای من مهم نیست که اون طرف چگونه میخواد با من رفتار کنه و چقدر پول داره یا نداره، چه ظاهر سازی میکنه یا نمیکنه. من قشنگ حرفمو میزنم، اگر در بیزنسی هستم باهاش معامله‌مو میکنم و محکم میایستم.
برای اینکه مردمی که انقدر پول دارن که نمیان به کسی دیگه ای بدن، برای خودشونن و به قول معروف شعاف و پوز و نشون دادنشون متاسفانه برای دیگرانه. بنابراین اگر شما نخرید، این بهایی نپردازید برای این رفتار نامناسب اونها، شما مشتری خوبی برای اونا نیستید و اونا نمیخوان به شما بفروشن. اونا میخوان با کسانی که مثل خودشون لباس میپوشن، مثل خودشون رفتار میکنن، مثل خودشون جواهر دارن، مثل خودشون سبک رد کارپتی زندگی میکنن، دوست دارن به اونا فخر بفروشن، با اونا ردیف باشن. من شخصا با اینجور کسا دوست ندارم رفت آمد داشته باشم، چون به یک زندگی بسیار ساده، عاشقانه، مهربانانه، دوستانه و باور دارم و همه برای من یک ردیف هستن. حتی رئیس فلانجا با یک کارگری که بیاد خونه منو گاهی تمیز کنه، من یه جور میبینم، شما یه جور ببین و نگاه کن. اگر اینا هم اومدن شما همون جور ببین. میبینید آدمایی رو که میان جلوت و فکر میکنه اینجوریان، شما یک نگاه معمولی داشته باش بهشون، متوجه ایست؟ و شروع کن با صحبت کردن با اون. اهمیت نداره که فکر میکنی او چجونه داره گفتگو میکنه، رفتارش چیه. شما به نتیجه مطلوب خودت با نظر خودت برس. چند تا نکته است که میتونی در این روند یک مذاکره سودمند بهت میگم کمک میکنه، ولی اینه که خودت باش، خودت باش، بدون رو دروایستی با طرف صحبت کن. بیزنست و کارت و نظرت و عقیدت رو بگو و اگر او داره شما رو یه جوری میاره پایین، یعنی حس میکنی داره میاره پایین، حس نکن، سوال کن، بگو منظورتون از این رفتار چیه، چه منظوری دارن. اگه تلفن رو جواب ندادید، شما معمولا جواب نمیدین تلفنتون رو، با ایمیل رابطه دارین، با تکسه یا چیه. خودتو در جایی نگذار و شتاب نکن در تصمیم گیری که او فکر کنه که او حالا من از این برترم. هیچ کس از هیچ کس برتر نیست، ما ایم که دیگرانو اینجوری میبینیم. میدونین یه سمیناری چندین سال پیش، حدود 22 سال پیش با دخترم رفتیم، دیوید ویسکات، و اینقدر جالب بود. میگفت آدم های خیلی مهم که همشون خیلی بالا میبرنشون، اینقدر دوست دارن با آدم های عادی که درونشون کودکه و خوشحالن رفت آمد داشته باشن، چون از این القاب و اینا دوست ندارن. و این آدم های خیلی مهم دوست دخترهایی میگیرن، یا خانم های خیلی مهم دوست پسرهایی میگیرن که خیلی ساده و خودشونن، متوجهید؟ بنابراین شما میتونید آدم ها رو عوض کنید با مدل بودنتون، با مدل صداتون، با مدل حرف زدنتون، با همه حرکاتتون، با جملات ساده و کوتاه و رسا و شیوه خلاصه گویی، راحت پرسش کردن بدون اینکه بخواید طرف رو بپیچونید، گفتهای خودت رو با اطمینان و اعتماد به نفس ادا بکنید و انتظار نداشته باشید دیگران اونچرا که شما با شک و تردید دارید میگید قبول کنن. نه، محکم نظر من اینه، خواسته من اینه، رابطم با شما، رابطه من با شما تا اینجاست. با یه رابطه دوستم، میرم خونهشون، میام، میریم مسافرت با یکی، نه فقط میریم یه قهوه میخوریم یا فقط میاد تو آفیسم با هم رابطه داریم، صد تا سوار ماشینم هم نمی کنم یا نمیشم. روابط رو باید تعریف کرد عزیز دلم. فکر میکنین اینجوری بکنین دیگه نقاب و طلا و جواهر و پولشون اصلا برای شما مطرحه؟ درسته، کاملا متوجه شدم. ولی خب بعضی از آدم ها من تو زندگی تو این مدتی که اینجا بودم، منظور از نقاب این بود که مثلا میان جلوی من یه حرف میزنن و کاملا متضاد میرن جلوی دوست من یه حرف دیگه میزنن، حالا پشت سر من. یا منظورم از نقاب این بود که نقابی رو چهره دارن که خیلی خوبه وقتی پیش من هستن، خیلی دوستای خوبی هستیم، ولی وقتی میرن پیش یکی دیگه میبینم که حرفایی به گوشم میرسن. خب فوری باهاش صحبت کنید، فوری باهاش روبرو کنید. به اون کسی هم که به شما یه چیزی گفته فوری روبرو کنید، بگید که من شنیدم اینو گفتید و من میخوام روبرو کنم. راحت، شجاع باشید در اینو موارد، شجاعانه روبرو کنید. بلکه اینجوری چی میشه؟ در برابر دیگران زندگیتون دشوار میشه، عبوس میشید،
ناراحت میشید، حالا دیگه حوصله گفتگو ندارید، دیگه اطمینانتون رو از دست میدید، قواتون رو از دست میدید، کامیابی از دست میره، خوشحالی و موفقیت از دست میره. قشنگ باش وارد مذاکره بشید، متوجه هستید؟ بگید که میخوام باید صحبت کنم، من اینجور تو رو میبینم ولی اینجور شنیدم و میخوام ببینم چی درسته. خیلی ممنون از توضیحات. آره عزیزم، و اگر لازم شد روبرو کنید، اصلا نترسید روبرو کنید. ممنونم از تلفنتون. خواهش میکنم. تمام موضوع اینه که ما به مردم میدون ندیم که با ما بازی بکنن، به مردم میدون ندیم که با ما بازی بکنن و حرف دلمونو، اندیشمونو، فکرمونو، افکارمون رو راحت بگیم و نترسیم از مردم و در سخن گفتن و مذاکره شیوه درست و مبتنی بر اندیشه دقت و حوصله به خرج بدیم. جونم بفرمایید. خانم دکتر سلام عرض کردم. سلام عزیزم، حالتون چطوره؟ تشکر از برنامه بسیار خوب و آموزندتون. من یه مشکلی با خانمم دارم که ایشون هر وقت من سوالی میکنم چنان معترض میشه، یعنی طرز کلام و بیانش چنان که اعتراض میکنه که یه حرف سوال کردم و نمیدونم چجوری باید با این صحبت بکنم. هر کاری هم میکنم میبینم جز این که ببین اگه بخوام اعصاب اونو خرد کنم باید اول اعصاب خودم خرد کنم، اینی که چون حاضر نیستم اعصاب خودم مجبور میشم پاک وی کنم برم کنار، اصلا از سوالی که کردم پشیمون بشم و دیگه هم سوال نکنم اونو. نمیدونم این شما فکر میکنید چجوری باید با این صحبت بکنم؟ بله بذارید خط نکنید، من سوال دارم. یکی از تکنیک هایی که زن و شوهرها متاسفانه با هم در ارتباط هستن به قول جان گاتمن، که این جان گاتمن و خانومش متخصص در رابطه زن و شوهری هستن، در یکی از کتاباش نوشته سنگ و دیوار شدن هست، stone and wall، یعنی این که حاضر نیستند به عمق مسئله پی ببرن و با هم صحبت کنن و جواب سوال همو بدن. چرا نه؟ اول یه نفر میترسه سوال کنه که مبادا من سوال کنم بعدش بیاد، و یک نفر دیگه اتوریتیه و میگه که من باید برای چی به این جواب بدم؟ برای چی من باید جواب بدم؟ متوجه هستین؟ اصلا من لازم نیستش که به این جواب بدم و میتونم بهش پاسخگو نباید باشم به این شخص. بنابراین تدافعی میشه، دفاع میکنه از خودش و در اونجا نمیبینه که یکی بیاد ازش سوال کنه. حالا شما یه مثال میخوام فکر کنی به من بگی که من بگم چطوری بهش بگی که او این حالت عصبانی نداشته باشه، سر شما داد نزنه، قهر نکنه و ناراحت نشه. یک مثال مثلا بگید شما. مثلا بعضی سوال میکنم، مثلا فرض کنید پسرم امشب میاد خونه چرا غذا بخوره، با یه جوری صحبت میکنم. من نمیدونم، میخواست خودت باش صحبت کنی، یه همچون حالتهایی. اوکی میفهمم. خب ببینید، ما راجع به پسرتون داریم صحبت میکنیم. خب بلن. این خانم میخواد به شما مسئولیت بندازه سرتون، میگه که تو اگر میخوای راجع به پسرمون بدونی تلفن کن بپرس و به منم بگو که او راستی امشب پسرمون داره شام میادش، خب چی فکر میکنی؟ آیا باربیکیو درست کنیم یا از بیرون غذا بگیریم یا خونه درست کنیم؟ این حالتشه. میدونی چی میگم؟ یعنی میگه که حالا به جای اینکه بگه خب عزیزم برو بپرس ازش دیگه، میدونی بپرس دیگه، خودت مسئول باش بپرس. و شما به عنوان پدر خودت چطوریه که زنگ نمیزنی از پسر بپرسی؟ آیا باش قهری؟ نه قهر که نیستم، ولی خب به هر حال میگم خب شاید مو اطلاع داشته باشه، من دیگه مزاحم وقت سر کار مزاحم اوکی میتونی قبل کارش نشم میبخشم، یا مثلا تو کلاس یا سر کارش یا چیز هست مزاحم کارش نشم. آفره. از این نظر میگم متوجه. مثال البته اینو مثال زدم. نه میفهمم. حالا یه مثال دیگه میخوام بزنی. کاری که میخوای بکنی یه تکست کن، اگر خانمت حالت دفاعی داری یک دفعه میپره بهت، یه تکست کن عزیزم از مثلا احمد coming tonight for dinner، یه تکست
خب همون تکست هم میتونی به پسرت بکنی که Are you coming for dinner tonight؟ برای امشب برای شام میای یا نه؟ چون اگر سوال رو میکنی و بعد میگی که حالت دفاعی دارن و بعد خودت ناراحت میشی که اصلا نپرسم، این رابطه رو قطع میکنه، این رابطه رو قطع میکنه و اصلا خوب نیستش. بنابراین چند تا استراتژی که یاد میگیری الان، یه تکست ساده با آدم هایی که ممکنه که اینجوری بشن، یه تکست بسیار ساده به همسرت، یه تکست ساده، حالا پسرم سر کلاس هم باشه تکست رو میتونه جواب بده، یه تکست ساده به جای اینکه یک محاوره اینجوری. بله بله، خیلی متشکرم. آره، و من میخوام یه سوال دیگه هم بگی ببینم دیگه چی بوده، یه چیزی دیگه که یه دفعه پریده همسرتون. نه، حالت جواب سوریه که اصلا آدم از سوال کردنش پشیمون میشه، نه اینکه بخواد چیز بکنه، کچر بره داد و بیداد بکنه. خسته است؟ خب خیلی خوب خسته است. منم خب منم خسته وقتی میام، باید به هر حال جواب سوال من از حقه بیده، یا خیلی آرومتر میتونه بگه من نمیدونم، خودت میتونی مثلا خودت تلفن بزن بپرس. ولی حالت گفتارش میفهمم از کرده خودش پشیمون میشه. نه حالا ببین، گوش کن، به جای اینکه از کرده خودت پشیمون بشی، چون اومدی رو خط، زحمتم کشیدی، یک تکنیکی داره میلتون اریکسن، یکی از روان درمانگران خیلی مشهور هستش و این هیپنوتراپی های خیلی خوبی میکنه، میگه روش همگام شدن رو پیدا کن. روش همگام شدن اینه که خب امشب برای شام میخواییم چیکار بکنیم، برنامه‌مون چیه، خب من زودتر با خانومم یه تماسی بگیرم، یه تکسی بدم، با پسرم هم یه تکسی بدم و راجع به اینا صحبت کنم، ببینم که یعنی همگام و همصدا امشب میخواییم با هم دیگه برنامه داشته باشیم، خودم این کارو بکنم، بعد به خانوم بگم آره من با پسر تماس گرفتم و امشب داره میاد خونه، اینجوری کن. آیا موافقی؟ حوصله داری؟ خسته نیستی؟ آره خسته نیستی، حوصله داری؟ با یه روحیه خوب، به جای اینکه پشیمون بشی، چون همین میشه دیگه، گفتم سنگ و دیوار، آدم ها اینجوری میشن، اون بده، به خودت میگیری بده، خب معلومه که ناراحت میشی. بنابراین به جای اینکه اونجا بری سوال کنی، خودت اقدام کن، خودت تکست رو بده، خودت دعوت رو بکن و بعد بگو که موافقی یا نه، یا قبلش بپرس، تکست بده بگو موافقی که من اینو دعوت کنم امشب بیاد خونم، و با یه لحن بسیار زیبا، یا حتی بپرس، حالا تکست هم نمیخوای بدی بپرس و میبینی که چه نظری به شما میده. این حالا خسته است، یا معمولا زن یا مرد میان از کار خسته هستن، بعضی از سوالا یه دفعه رو اعصابشون میره، ولی قرار نیست بره، قرار نیست بره، قراره این که طرف نگاه کنه که شما داری یه سوال میکنی، این از بیمسئولیت بودن شما نیست، شما در واقع بهش بگید من دارم احترام میگذارم و توجه میکنم به شما و میخوام ببینم که موافقی، میاد نمیاد، چه برنامه ای داریم. نترس، سوالتون رو با یه استراتژی دیگه ای بکنید. و برای بقیه میگم اگر برخورد ایجاد میشه با نوجوانتون، معمولا با نوجوانان، با همسران و برخی از دوستان ما میتونیم انتخاب کنیم بذاریم کنار یا نگذاریم، ولی با عزیزان، با خواهر برادر، اگر یه همچین مسائلی پیش میاد، شما حتما با یه روحیه دیگه رفتار بکنید و با تلفن، نه با ایمیل و تکست، با اینا در تماس باشید و سؤالی که اون مسئول یه جواب بده نده، نکنید، یه جوری استراتژی رو داشته باشید که دارید یه برنامه قشنگی داریم اجرا میکنیم، یه چیز خوبیه. میخوای من تماس بگیرم ببینم پسرمون میاد؟ اگر تو نبوده من برم تماس بگیرم ببینم میاد یا نه. یه جوری باشه که فکر نکنه میگه میاد، نه نمیاد، اعصابم ندارم، چرا از من میپرسی، پس خودت زنگ بزن. و هر کاریام و هر کاریام که شما میتونید با دیگران انجام، اگر قراره از دیگران بپرسید، اگر خودتون میتونید انجام بدید، انجام بدید. اگر رابطه اینقدر خدشه‌دار شده و طرف یک دفعه میپره، شما چیکار کنید؟
و میخواید معاشرت داشته باشید عزیزتونه، باید رابطه قشنگ داشته باشید. اشخاصی نیستن که از شما دور باشن، اشخاصی هستید که مشتاق هستید باشین رابطه قشنگ و خوب داشته باشید. خودتون خیلی کارا رو انجام بدید قبل از اینکه از اونها بخواید انجام بدن یا ازشون بپرسید. بله خیلی متشکرم خانم دکتر، تشکر. خدافظ. ببینید ما در با آدما روابط متفاوتی داریم. بعضی آدما وقتی صبح از خواب پا میشن، خیلی آدمای مطیع، آدمای آروم هستند، انعطاف پذیر هستند. یه عده دیگه وقتی از خواب پا میشن خیلی عصبانی و ناراحت و طلبکار و اینا هستند. بنابراین شما قراره نگاه بکنید ببینید که چگونه میخواید با آدما رابطه داشته باشید. بله، این برنامه روزهای سه شنبه که الان 11 صبح هستش و بله 11 شب تکرارشه و چهارشنبه 1 بعد از ظهر و شنبه 5. بازم تکرار داره. آقا رضا واقعا دستت درد نکنه. این پسر گل خانم و آقای سیمین تهرانی، من اصلا فکر میکنم چه گیفتی اینا دارن، چه هدیه‌ای دارن. من نمیدونم با این مادر و پدر خوب و مهربان کار میکنه، ولی کار کردن با مادر و پدر با این جنریشن گپ، با این حالتهایی که خب حالا من نمیگم مادر پدر ایرانی خیلی خوبن، ولی کار کردن با اینا با ماها راحت نیست. I'm proud of you عزیزم. I'm proud of you. I always tell your parents. و ماشاءالله انقدر با تربیت، انقدر با کلاس، انقدر با شعور، مسلماً تربیتی است که از این مادر پدر گل داره. ولی میدونم همه در ایجاد رابطه با اطرافیانشون مسئله دارن. فقط مهم اینه که این آقای پسر یاد گرفته با استراتژی خوب، یاد گرفته چگونه با مادر پدرش رابطه داشته باشه که خونسردیش رو حفظ بکنه و رسپکت رو داشته باشه. و چون آسون نیست، من اگر بخوام با بچه هم کار کنم، خب کردم، کار اوکی هم بوده، ولی بعد از یه مدت میتونه مسئله ساز باشه. بنابراین اگر یک جوان میتونه این چنین رابطه خوبی داشته باشه با عزیزانش، همه ما هم میتونیم یاد بگیریم که روابط خوبی داشته باشیم با عزیزانمون. خب در آخر I thank you very much رضا جان for putting this in YouTube Royal Time TV YouTube. Please watch us Royal Time TV. و تشکر میکنم از خانم نازلی و شهرزاد تربتی، مدیران مجله خوب پیک برتر، به به، که این دو گل مطلب من و مطالب رو که در اینجا میگم با اسم در یوتیوب میگذارن، در فیسبوک میگذارن و قدردانشون هستم. داشتن جوانهایی اینقدر فعال و زرنگ و با شعور با خرد هدیه هستش. ما قراره از شماها یاد بگیریم. و موضوع دیگه این که آخرین شنبه هر ماه گروه حمایت خانواده پرو فامیلی گروپ برنامه‌ای داریم و این ماه هم آخره این ماه هستش. بنابراین تشریف بیارید. دکتر پیمان رعوفی و من در خدمتون هستیم و همیشه خواننده و عزیزی هم اونجا تشریف دارن. وودلند هیلز مارکت، خوراکی‌های تازه و خوب، شیرینی و میوه و اکبر مشتی بستنی‌های خامه‌ای خوشمزه بدون چربی، خامه‌ای ولی لوفت، براتون میاره دیگه. ماهی یک بار میتونید تهیه کنید و بخرید و استفاده کنید. و بعد هر سه شنبه، هر سه شنبه، امروز سه شنبه است، در انسینو، ببخشید اون آخرین شنبه در انسینو کامیونیتی سنتر هستش. هر سه شنبه ما در بالای ساختمون خودمون در سالن بنیاد کودک در ساختمان 18345 ونچورا بولوارد اتاق 505 برنامه‌ای داریم با بانوان، ویژه بانوان تشریف بیارید.
حتما پرسش و پاسخ روانشناسی هستش. الان داریم راجع به اهداف کار میکنیم و کلاژ درست کردیم و خیلی قشنگه. و بعد خانم دلبر قهرمان، خواهر آقای امان الله قهرمان، که این دو واقعا بهترین معلمان یوگا هستن، کلاس یوگا دارن اونجا. خانم دلبر قهرمان و بسیار خوبه، و خانم فرزانه دارا مربی رقص و ریفل بدنسازی در اونجا تشریف دارن. ایشون متخصص پوست هستن، راجع به پوست هم قرار صحبت کنن. و میبینیم که چه برنامه خوبی سه شنبه 7 و 9 برای بانوان داریم. دومین چهارشنبه ما هم نتورکینگ هستش که در همون 18345 ونچورا بولوارد اتاق 505 هستش. با تلفن 818-344-6818 تماس بگیرید. دیگه وقت اینه که احساس خمودگی نکنید، بشاش باشید. همه مسئله دارید، داریم. زندگی قراره اینجوری باشه، ولی پر حرارت باشید، پر از ذوق باشید. ذوق کنید راجب موضوعهای کوچک، شوق داشته باشید راجب موضوعهای کوچک. همه مسائلی که سخت هستش میگذره، این نیز میگذرد، و زندگی خوبی برای خودتون و اطرافیانتون به وجود بیارید. و مهمتر از همه این که نیک بین باشید، نه ساده لو و واقع بین. Thank you very much for Alf, Ali, Reza. I appreciate it. And I will see you, and please repeat برنامه ما رو امشب 11 شب و ریپلی میشه 11 بعد از ظهر سه شنبه و چهارشنبه 1 بعد از ظهر و شنبه 5 بعد از ظهر. خدا نگهدار. دکتر شیرین نوروی دارای بورد تخصصی در روانشناسی بالینی، با گشودن دریچه امید با آنان که تنها نظاره‌گر خوشبختی هستند، امکان می‌دهد تا آرامش روان و زمزمه خوشبختی را تجربه کنند. برای مشاوره حضوری و تلفنی، حل مشکلات خانواده، فرزندان، زناشویی و فردی، آزمون‌های روانشناسی، درمان عدم تمرکز و اختلالات یادگیری، روش برخورد با عصبانیت، استراب و بحران‌های روانی، ترس‌ها و نگرانی‌ها، اصول پرورش کودکان و نوجوانان، تقویت اعتماد به نفس، مشاوره قبل از ازدواج با دکتر شیرین نوروی با تلفن 818-344-6818 تماس حاصل فرمایید. دکتر شیرین نوروی همچنین آثاری را منتشر نمودند که عبارتند از تعلیف کتاب چگونه مادر و پدر موثری باشیم، ترجمه کتاب یک سبد عشق، شناخت مردان، چراغ دل شوهرت را روشن کن، چراغ دل زنت را روشن کن، از کودکان بیاموزیم، و نیز هرچه نیاز داشتم بدانم در کودکستان آموختم. همچنین تهیه سی‌دی چگونه پدر و مادر موثری باشیم، چگونه رفتار مناسب با فرزندان خود داشته باشیم، چگونه همسر خود را انتخاب کنیم و چگونه رفتار مناسب با همسر خود داشته باشیم. و همچنین 3 محصول جدید با عنوان چگونه با خرد درونی خود به آرامش برسیم، چگونه به وزن ایدئال برسیم و چگونه با سالمندانمان رفتار مناسب داشته باشیم. برای تهیه آثار دکتر شیرین نوروی در آمریکا و سایر کشورها با شماره تلفن 201-818-34-46-818 تماس حاصل فرمایید و یا به وبسایت noravi.com مراجعه فرمایید. با سلام، من دکتر شیرین نوروی خوشحالم به اطلاع شما برسونم که هر سه شنبه 11 بامداد میتونید بیننده برنامه روانشناسی من در رویال